Egyptians. أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. من اولین کسی هستم که در ایران مذهب شیعه رو ترک کردم و گفتم سنی شدم. قبل از من خیلی ها مذهب شیعه رو ترک کردن، میگن مثلا ما موحد شدیم، قرآنی شدیم یا مسلمون شدیم. از بس که شیعه از سنی ها بد گفته بودن و اون وقت خب منابع هم در دست نبود، دیگه شیعه میگفت که اگر حدیث های هدایت شده شیعه میگفت که اگر حدیث های شیعه درست نیست، از سنی هم درست نیست دیگه. ولی راوی این حرف رو از کی میشنید؟ از علمای شیعه یا از تأویل علمای شیعه. البته بعد از من الحمدلله هزاران هزار نفر به فضل الله بعدش به کوشش شبکه ها و مردم در اینترنت، عملا که اجازه تبلیغ نداری در داخل، ولی از رای دور شد و خیلی هم الحمدلله و اهل سنت شدن. حالا چرا این شروع کردم با داستان؟ برای اینکه شیعه این کار خیلی برش گرون اومد، لذا شروع کرد به تخریب من. یعنی خیلی واضح گفت که آقا این اصلا از اول سنی بوده، این از افغانستانه، این نمیدونم فلانه، این نمیدونم بهمانه، و سعی کرد اصل مسئله رو گم کنه، اصل مسئله رو مردم نفهمن، مخفی کنه که آقا یک نفر سنی شده به دلایلی. یادم میاد یه دفعه در مناظره با شبکه ولایت که حالا مرحوم شده، که مرحوم هم نیست خدا رحمتش نکنه، همین کسایی که من تهمت میزدن گفتم حالا شما ثابت کنید که من ایرانی نیستم، بیاید قسم بخوریم. گفتن نه، ما چیزی که میدونیم قسم نمیخوریم. خوبه که اینقدر حیا داشتن، اچه که قسم میخوردن آبروش میرفت. حالا این داستان موریس بوکای است. این آقای موریس بوکای کیه؟ یک دانشمند هستش، پزشکه و عجوبه ای بود، فرانسویه، و چون که خیلی متخصص بود دکتر پادشاه عربستان هم شد، دکتر رئیس جمهور وقت مصر هم بود. اینطوری شده که وقتی که جسد یک فرعون رامسس دوم بود یا هر کی که بود کشف شد، در روی اینکه مطالعاتی صورت گرفت دیدن که قارچ داره این جسد از بین میبره. این جسد در قرن 19 هم کشف شد، جسد فرعون ها رو کسی نمیدونست که در قرن 19 هم، الان ما 21 هم هستیم، این پیدا شد. لذا این دانشمند و دیگه دانشمندا کوشش کردن، خانم جان سادات، زن انور سادات، واسطه قرار دادن که آقا این جسد بده ما ببریم به پاریس، چی کنیم، مالجه کنیم، جلوی چیزی بگیریم، جلوی پیشرفت این قارچ رو بگیریم که جسد نابود نشه. و بردن الغرض و یک مجلس خنده‌دار هم هست که همه به استقبالش اومدن مثل که زنده رفته باشه. جالبه که برایش پاسپورت هم صادر کردن وقتی که می بردنش. ببینید این اینه، با پاسپورت رفته به فرانسه. البته مصری‌ها ترسیدن که فرانسوی‌ها چی نکنن، این یه دفعه نگیرن بر خودشون، برایش پاسپورت هم صادر کردن که یعنی این مصری است که بر ندارید مرده ای ما رو. یک بالاخره یک فرعون به اصطلاح کبیر بهش میگن، خیلی به 66 سال هم حکومت کرد. الغرض دکتر بوکای هم در این گروه بوده، به گفته رئیس گروه بوده، و این که جسد رو معاینه کردن، حالا دیگه دستگاه پیشرفته شده دیگه، در زیر ناخون جسد همین آقای فرعون نمک دریایی رو کشف کردن. ما نمک دریایی داریم، نمک صحرایی داریم، کسی که بدونه فرق از زمین تا آسمونه، ولی ملحد نمیدونه. و اینو کشف کردن، این بابا اینو که دیده، یکی اومده بهش گفته بابا این تو قرآن اومده بوده، که باز این اومده گفته که این در چه در دریا غرق شده، اینو مثلا نمرده به خودش چیزش، گفته اینو نگو که
مسلمان اینو قبلا گفتن، تعجب کرده و در 50 سالگی این قرآن شروع کرده به مطالعه و مسلمان شده. اون آیه که اینو مسلمان کرد خودش میگه 200 آیه منو مسلمان کرد. ولی یک مشهور آیه اینه که همون در سوره یونس، الله از آیه 90 تا 92 میفرماد که و بنی اسرائیل میگه از بحر رد شدن، فرعون دنبالشون اومد، داره صحنه رو ترسیم میکنه و جنود فرعون، لشکر فرعون هم دنبالش به دشمنی و به طغیان اومدن و وقتی که آب اومد اینا رو غرق کرد، فرعون گفت که من حالا ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیلیا و من مسلمان هستم. خیلی زرنگ بوده این فرعون، در لحظه آخرم سعی کرده که موضوع رو عوض کنه. الله برش میگه که الان در حالی که الان دیگه فایده نداره، تو قبلا طغیان کردی و کنت من المفسدین، تو مفسد بودی. در اینجا خداوند بین آیه 91 و 92 یعنی آیه 92 یک جمله عجیبی میگه، فلیوم امروز، الله میفرماد به فرعون داره میگه، ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز بدن تو رو نجات میدیم. بدن چطور نجات میشه؟ بدن که باید فاسد بشه. چرا نجات میدیم؟ لتکون، تا برای کسانی که بعد از تو هستن این یک نشانه باشه. دوباره این تا اینجا رو نگه دارید. خب بدن فرعون در قرن 19 کش شد، در زمان پیغمبر کسی نمیدونست که یه اهرام مثل اجساد توش پنهان است. خدا گفته اما روز گفت الیوم، الیوم میگه بدن تو رو نجات میدیم، یعنی بدن ای رو از دریا پرت کرد به خشکی، به خشکی طرف مصر و بقیه مردم مصر اومدن اینو بردن و مومیایی کردن، تا برای که پشت سر تو کسایی که هستن آیه باشه، یعنی برای من شما، برای آیندگان این یک نشانه باشه که بابا این خدایی هست. جسد هم فرعون رو غرق کردم، جسدش رو نگه داشته. خدا با فرعون که خدای خود خدای روی زمین بود خیلی به اصطلاح بازیا کرده. مثلا اومده در خوابش که آقا یک نفر در خوابش اومدن که یک نفر میاد تو رو میکشه، باز همون خواسته همه بچه هایی که اون سال دنیا میان بکشه، همون بچه رو آورده تو خونش بزرگ کرده، موسی رو. باز وقت مردن هم گفته جسد تو نگه میداریم تا دیگران ببینن که خدا کی است واقعا. و آخر آیه یه چیز دیگه میگه، نگاه کنید، بدن تو رو نجات میدیم تا برای کسانی که بعد از تو هستن نشانه باشه، و این کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون، خیلی از مردم از نشانه های من میگه غافل هستم. ملحد که منکرم میشه، ولی خیلی میبینه میگه برو یه چیزی بود تموم شد رفت. آیه 92 از سوره یونس، این آیه رو که گفتن این آقای موریس بکای خشکش زد و این مسلمون شد به کتاب نوشت که آقا انجیل توش، مثلا تورات انجیل توش خرافات داره، من در قرآن هیچ خرافاتی ندیدم. چندان به احادیث هم چون علم وقت نداشت دیگه، در احادیث بس چیز ایرادایی داشت، من کتابش خوندم، سالا پیش خوندم، ولی میگه در قرآن هیچ ایرادی نیست. اگر در احادیث هم ایراد گرفته بود، منظورش احادیث ضعیف بود، یعنی نفر مخلص بود، چیز عقیدش باید هم باشه. تو دکتر درجه یک که پادشاه دنبالش هستن و تو فرانسه زندگی میکنه، رئیس هیئته، چند جایزه برده، اون که اعتنا به کسی نداره، کشورش هم که آزاده. الغرضی مسلمان شده، کتاب نوشته و این مسلمانیش تبا برای مسلمان ها خیلی خوشایند بوده. و غیر از این حرفای دیگه هم زده، بعضی حرفاش واقعا من دفعه اول میشنم. مثلا این حرف شما الان ببینید که در مورد هامان میگه، بیاد این دکوران I visited famous specialist in hieroglyphs in Paris and I told him I know a text which appeared during the 7th century of the Christian era. He knew perfectly well the Arabic language. I wrote Haman before him, and he said to me that is not possible, because the hieroglyphs were absolutely unknown between the 3rd century and the discovery of Champollion during the 19th century. It's not possible. I told him, yes, it's not possible, but maybe you will have another opinion when you will see this Arabic text. What it is this text? I told him, I want to, at first, that you tell me the meaning of Haman in hieroglyph. I said, Haman is a family name of the new kingdom
And if you consult to the library of the Collège de France, the famous dictionary of the family name of the New Kingdom by a German author whose name is Ranke, you might find Hamann. And he said to me, I do not remember exactly what was the profession of Hamann, but the profession of Hamann is indicated in this dictionary. I went to the library, and in the dictionary it was written, Hamann, a director of the workers in quarries. That is to say, the man who was building with stones, of course, because at that time the great monuments were built with stone, not at all with wood. And so that you have in this dictionary of the hieroglyphic name, the name of Hamann, to whom the Pharaoh said, build the tower. And when I came back to this professor, this expert, and I said to him, have a look, and I opened the Quran before him, he was stupefied without any voice. I told him, like the Bible, preserve the name. حالا داستانش دیگه اگر کسی زیرنویس نخونده برش بگم که ایشون کلمه هامان رو رفت به یک نفر خط هیروگلیف رو میشناخت که خط همه مصری بود. گفت من یک کتاب پیدا کردم، در اسم کتاب برش نگفت که در قرن هفتم نوشته شده و کلمه هامان توشه. گفت این ناممکنه، هامان که عربی نیست، هامان یک کلمه هیروگلیف هست که این در قرن 19 هم کشف شده، تا از قرن سوم تا قرن 19 هم کسی اینو نمیشناخته. گفتم حالا به من معنیش بگو چیه. میگه والا معنی داره ولی من یادم رفته، برو در کتابخونه ببین فلانی این کتاب نوشته، چون خط همین خط به اصطلاح هیروگلیف چیست کشف کرده فرانسه با نمیدونم شاملون یک نفر فرانسوی بوده. خلاصه این رفته توی کتابخونه دیده که بله این هامان جلوش نوشته که رئیس سنگتراشان، یک لقب فرعونی است، رئیس سنگتراشان در دستگاه فرعون، مثلا کسایی که خانه از سنگ درست میکردم. اینکه بهش گفتم که این در قرآن نوشته شگفت زده شد. مثل این خیلی چیزا، یه آدم زنده جلوی چشم شما هست یا نیست. این بیچاره حالا چند سال پیش هم فوت کرده، خدا رحمتش کنه. حالا ملحد حالا ناراحتیش چیه آقا جان؟ ملحد اصلا میگه که خرش از کرگی دوم نداشته. این نگاه کنید کتاب نقد اسلام، تعجب میکنه از ملحدای ایرانی. بیاریم حقیقت داستان موریس بوکای به معجزه تراشی از قرآن چیز. چی معجزه تراشی مردی حسابی؟ بهت میگه که جسد فرعون رو برات نگه داشتیم، تو دیدی نگه داشت. این معجزه نیست، فرعون جسدش پیدا شده. حالا هرچی که هست پیدا شده یا نشده، این دیگه نمیتونه منکر بشه که. کی میدونسته جسد ها که میپوسه آخونم، جسد چند هزار سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، مگه میشه حالا بمونه؟ شما که نمیدونستی مومیایی شده. قرن 19 اینا پیدا شده. آخرای قرن 19. عرض به حضور شما چی میگه به اینا دیگه؟ میگه حقیقت اینه بدون معجزه تراشی قرآن. خب آیه 392 از یونس معجزه است. خب حالا نگاه کنید، من این رو جمع که تمام نوشتهشو ببینید، نوشتهشو من تماما دوباره فوتوکپی کردم بدونید که کم زیاد کنم، میخوام جدا جدا جواب بدم، چون که عادت برگردیم عادت ملحدین است که زیاد رود درازم تا مردم چی بشه. خب پس این قبول داره که بردم فرانسه، اینو قبول داره، قبول داره که جسد فرعون هم پیدا شده. خب ببینید حالا چی میگه. نکته یک، میگه اولی این قضیه یکم بودار است، مخصوصا زمانی که متوجه میشه ببینید تحقیقات زیر نظر فردی صورت میگیرد که چند سال پیش به عنوان پزشک خانواده ملک فیصل تعیین شده بود. از اول تهمت شروع کرده، کار فرعون هم تهمت بود، کار علمای شیعه هم که من تهمت میزنن تهمت کاری اینم که آقا این اصلا کارش بود داره. یعنی چی بود داره؟ میگه این پزشک خانوادگی فیصل بوده. خب بوده گناه چیه؟ میخواد بگه یعنی پول گرفته این کارا رو کرده. مگه میشه پول گرفت تو فرانسه بازی؟ یکی تو که گفتی ده نفر تو رو میگه رد میکنه حرف تو رو، میگه دروغ میگی. با چرا پول بگیره؟ مگه یک دکتر کم پول میگیره؟ دونم دکتر فرانسوی که دکتر خانوادگی فیصل و نمیدونم ملک چی میگه انور سادات باشه. یه اول دو نکته دو، احتمال خیلی خوشم میاد این چیا،
اول که گفت بوداره، حالا میگه احتمالاً. احتمالاً از سوی ملک فیصل به دو تکلیف شده، یعنی کشف راز به چگونگی مرگ این فرعون و روشن نمودن این مطلب بر اساس نوشته های آیه 92 سوره یونس پول گرفته. ملک فیصل هیچ بیکار نبوده، پادشاه عربستان برخلاف اون چیزی که دولت ایران تبلیغ میکنه به قول خودشون اسلام متوسط دارن. در همین 40 سالی که خمینی اومده اونا گفتن از غافل عقب نمونیم، که خمینی حالا نگه من پادشاه اسلام هستم، اونا هم شروع کردن به تبلیغات. گرنه الان مثلا میگن که آقا این 40 سال گذشته تاریخ ما نیست، یعنی الان بن سلمان همینه میگه، میگه 40 سال گذشته اصلا تاریخ ما نیست، یعنی ما 40 سال گذشته از دستپاچگی به خاطر خمینی این کارا رو کردیم. اینا وقت نداشت که بره جسد فرعون کشف کنه، نمیدونم فلان کنه، بهمان کنه، با چی کنه؟ بخواد این کشف کنه اون چی کنه؟ فرانسه چرا اجازه بده؟ نکته ایسی میخواد فقط مسئله لغز کنه، اصل مسئله نمیگه که جسد پیدا شده، اون رو نمیگه. نکته ایسی که ملحد میگه، هر چند پاره معتقدند که او هر چند پاره معتقدند که او همچنان مسیحی باقی ماند و فریادهای بیشتر جهت شنیدن ملک فیصل و قرارداد ما بین آنان همچنین بلندگوهای تبلیغاتی اسلام گرایان بوده. عجب. یعنی بازم داره تشکیک میکنه که نه، میگه اصلا مسلمان نشده، مسیحی مونده. بابا طرف داد زد من مسلمانم، صد تا فیلمش هست. میخوام بگم ملحد نمیخواد قبول کنه. و این همون جای آیه است که آخرش میگه که خیلی از مردم آیات ما رو قبول نمیکنه. جلوی چشمت داره قبول نمیکنه. بابا میگه من مسلمان شدم، حالا من سنی شدم، فردا بمیرم شیعه بگه نه نشدی. میگه دیگه، حتما میگه. خب نکته چهارم، از انجیل انتقاد میکنه. ثابت هم کرده که حالا از ملک فیصل پول گرفته. تو ثابت کردی تو؟ مگه پول کم داشته؟ عجیبه. خب میگه نکته چهارمی که گفته برای رد کردن حرفش، میگه نظریه موریس بوکای مورد نظریه چی بود اصلا که نگفتی؟ مورد قبول همگان قرار نگرفته، نظرات دیگری هم در این مورد وجود داره. خب نظرات دیگری تو بگو. او گفته نمک دریایی در ناخنش پیدا شده، این تو دریا غرق شده. گفته هامان مثلا کلمه عربی نیست، هیروگلیف هست، شما ثابت کن که نه این کلمه عربی بوده. قبل از این کدام یک شخصی عربو پیدا کن که اسمش هامان باشه. نکته 5، نکته 5 چی آقا؟ بدبخت ملحد ایرانی آبروی ملحدای دنیا رو برده. میگه که نکته 5، بوکای میگه نمک در جسد بوده. این تعجب نداره. 40 روز در نمک خیس میکردن. منم میدونم 40 روز در نمک خیس میکردن. خب این نمک دریایی خیس که نمیکردن که، از نمک صحرا میگرفتن، مثل که نمک کم نداشته. میگه نمک فرق نمک دریایی نمک صحرایی رو بشناس. نمکی که از معادن استخراج میشه و نمک دریایی نمیشناسی؟ چرا اونو نمیگه که چی گفته اصلا بابا؟ اینجا میگه که اصلا در دریایی صبر کنید اجازه بدید. میگه اصلا نکته شیشی که ملحد گفته، اصلا در دریا غرق نشده، در مرگ طبیعی مرده. خب از که گفتی اونجا حاضر بودی فیلم گرفتی، مردی که بهت میگه که نمک دریایی در ناخنش پیدا شده. نکته 7، بوکای میگه اصلا دکتر شکم نه کالبد شناس و در این تحقیق نبوده. عجبا عجبون عجبن که نبوده. تو باید بگی، همون دولت فرانسه بگه، همون مردمی که تو فرانسه هست، همون کشیشا باید بگن. میگه یعنی ایرانی ها خر فکر کردی مردم ایرانو؟ این بابا انجیل زیر سوال بوده، تورات زیر سوال برده، این با این قدرتش یهود و نصارا، خصوصا یهودی ها که میدیا دستشونه، نگفته که تو آقا تو اصلا تو گروه نبودی؟ اونا نگفتن تو همین مولد ایرانی کشفش کردی؟ خجالت نیست؟ یخت خجالت مجالت هیچی نمیشه کشین؟ اصلا میگه نبوده. اون بابا یه دعا میکنه، اصلا میگه بس این فلانی وجود خارجی نداشته. نکته 8، عجب نکاتی هم میگه. نکته 8، آقای بوکای از مقاله علمی که 10 سال پیش زمان برده کپی دزدی علمی کرده و به مقاله علمی هم پابند نبوده، مثل شناس بوده. خب مثل شناس بوده و مثل شناس احمق و مثل شناس یعنی فرعون شناس دیگه. میگه مقاله رو دزدی، تو صاحب مقاله باید بگه دیگه. مقاله که دزدی بشه که کسی بهش مدرک نمیده، که کسی که ازش قبول نمیکنه، هر دنبیلی که نیست. تمام 8 نکته که گفته به خاطر اینکه مسئله رو تشویش کنه، اصل قضیه رو نگفت که جسد پیدا شده. نکته 2، 9،
این فرعون زمان موسی نیست، این یکی دیگه است. حالا اگه از زمان موسی باشه، تو که موسی رو قبول نداری، تو که موسی رو قبول نداری اصلا، تو که اصلا میگه شخصی به نام موسی نیست. باز هم حرف چرندیاتو گفته. نکته ده میگه آب نیل شور نیست تا نمک داشته باشه، یعنی میگه در نمک در نیل خلق شده. بیعقل، این اینا به صحرای سینا میرفتن، از صحرای سینا میرفتن، از چی رد شدن؟ از دریای سرخ رد شدن، از رودخانه نیل که رد نشدن، از رودخانه نیل که با قایقا میشد رد شد، این طرف اون طرفش. ای عقل بدم. نکته 11، محمد یا نویسندگان قرآن، خب خب است که منظورش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، حتی از این مسئله آگاهی کافی نداشتند که فرعون نام شخص خاصی نیست و یک لقب بر فرمان روایان مصری است و هر کدام از آنها نام خاص خود را داشتند. هیچ آگاهی نداشته، ولی میدونسته که جسدش میمونه. آگاهی نداشته، ولی تقریبا 19 تا قرن 7 چند چی میشه 12 قرن پیشش میدونسته که جسد فرعون از بین نمیره. آگاهی نداشته. از چه حرف مفسدن که دلیل نمیخواد دیگه. ببین اونایی که چه بدبختای هستن که از شما پیروی میکنن. اینو خب بذار، اونایی که از شما پیروی میکنن چقدر بدبختن. نکته 12 که گفته، خب این استخوان شکسته، استخوان رانش، وقتی این خداوند پرتش کرد در از بالا از دریا به کوه، پا شکسته دیگه، قدرت خداست دیگه، آب موج اینه زده پرتش کرده. شکستگی هایی بر روی استخوان ران مرن پیپتا، یعنی همون فرعون، که وجود داشته که به علت التهاب مفاصل بوده است. عجبا، شکسته میشه، التهاب مفاصل استخوان میشکونه. مولید جان، خدا زودتر تو رو به جهنم ببره. التهاب مفاصل استخوان میشکونه، استخوان در اثر پرت شدن، ضربه خوردن میشکنه دیگه. اولاغ هم از تو بیشتر میدونه، باز میگه سجودی توهین کرد. حالا توهین اگه باشه، توهین به اولاغ است. به هر حال این داستان موریس بوکایی بود. حیف است که اون نفر از یک مملکت کفر اومده، با علم فهمیده که این قرآن مرده، اونم مرده، ما و شما میمیریم. آیه واضح رو دیده؟ و آخر آیه خیلی جالبه که میگه خیلی از مردم آیات ما رو قبول نمیکنن، غافل هستن. این مردم غافل نباشین، یکی دوتا نیست. در مورد همین فرعون چند چیز دیگه از همین اهرام فرعون مصر رو خداوند در قرآن گفته چطوری ساخته شده، الان فهمیدن. من یه دفعه توی برنامه گفتم ایمان بیارید که اللهی هست که این دنیا رو ساخته و فرعونا رو از بین میبره و جهان ساخته، برای تو نشانه گذاشته، معجزه گذاشته برات. باز تو میای رد میکنی، خب دیگه رد کن دیگه، ولی بدون که مسیر تو به جهنم است. الله پاک ما شما رو حفظ کنه از این مسیر گمراهی که ملحدین دارن. الله اونا رو هم هدایت کنه که عوض که با خمینی ضد هستن، لجبازی میکنه، خودش رو در بدبخت میکنه. یک مسئله بد است، ولی بذارید آخر برنامه بگم. میگه دفعه پادشاهی از مردم پول میگرفت، ولی گفته بود که معذرت میخوام، خیلی ببخشید این حرف میزنم، باد معده رو ممنوع است که کسی به اصطلاح باد معده خود رها کنه. دستور داده بود، در دیوارا نوشتن. مالیات زیاد کرده بود، اینم گفته بود. مردم که مالیات مجبور بود بدن، میرفتن خونه، در اتاق میبستن، باد مده خود ول میکردن، ضررش به خودشون میرسید. حالا شما ملحدین هم هدف خمینی رو برآورده کردید. هدف خمینی، یعنی خمینی میخواد شما از راه راست برید طرف کج. حالا شما عوضی که کسی که شما رو برای کج برده با او بد باشید، با پیغمبر ما بد هستید که سراسر به اصطلاح هدایت بوده. یک دستورش بیاری که غلط باشه. این قدم آیه برات آورده. یه مردی در قرن هفتم چه خبری داشته که از قرن 19 جسد فرعون کشف میشه؟ هیچ روح بشر خبر نداشته، ولی ایشون گفته که جسد تو رو میذاریم تا بقیه ببینن. از ما گفتن. الله حافظ و نگهدار شما. Yeah.
اشهد ان محمدا رسول الله.